فیلم زیر بازارچه با بازی پوری بنایی و منوچهر وسوق محصول سال 1350. دو خواهر قهوه خونه ای رو اداره می کنن تا اینکه جوونی وارد زندگیشون میشه. خواهر بزرگتر به جوون علاقمند میشه و رابطه عاشقانه ای اتفاق میفته. مرد به سفر میره تا عروسی با دختر مورد علاقش رو تدارک ببینه، اما وقتی که برمیگرده دختر رو پیدا نمیکنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بلند شو داداش جونم. علی چی داری میگی؟ علی تو که از هیچی خبر نداری. اتفاقا همه چیزو میدونم. اینا هم میدونم که به هیچ کس نباید اعتماد کرد، مخصوصا به امثال تو. به خدا تو داری اشتباه میکنی. اسم خدا رو نبر. تو خجالت نمیکشی با اون دهن نجستت که بوش حال آدمو به هم میزنه اسم خدا رو به زبون میاری؟ علی دختری رو که مثل فرشته های آسمون پاک و معصوم میدونستم ببین از کجا سر در آورده. ای خدا خودشو نمیتونم. لعنت به من، لعنت به این زندگی. آخه چرا باید تو سر راه من قرار بگیری؟ چرا باید به تو دل ببندم؟ چرا؟ تو لیاقتشو نداری. تو نباید از یه دختر قویچی که معلوم نیست هر روز با چند نفر سرکار داشته بیشتر از این انتظار داشته باشی. به من تهمت نزن. چرا نزنم؟ تو باعث شدی که برادرم به این حال بیفته. از اون گذشته حیفت نیمد با جوونی مثل علی آقا یه همچین معامله‌ای بکنی. شما هر چی میخواییم به من بگید، ولی من پاکم. اون به من کلک زد، دروغ گفت، منو با حق بازی به اینجا آورد. علی تو باید حرفای منو باور کن. تو نباید با چشم بد به من نگاه کنی. به خدا من میگناهم، قسم میخورم. دیگه همه چی تموم شد. تو منو بین مردم سر شکسته کردیم. بهتره برای همیشه همدیگر رو فراموش کنیم. برای همیشه. فیلم قرار بزرگ به کارگردانی محمدعلی فردین محصول سال 1354. تو این فیلم زوج فردین و بیک ایمانوردی نقش دو تا دوست ایفا میکنن که تو نوجوانی با هم قرار میذارن تا 20 سال بعد توی یه روز معین با اعلانی توی روزنامه همدیگر رو ملاقات کنن. این قرار منجر به ماجراهای عجیبی تو آینده میشه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خب شیرین، هنوزم دلت میخواد اولین چیزی رو که میبینی من باشم؟ تو چی؟ مگه برای تو فرقی کرده؟ اصلا آرزوم اینه که تو دوباره ببینی. آرزوی دیروزت بله، اما امروز چی؟ این چه حرفیه؟ امروز هم مثل دیروز. من فقط دلم میخواد ببینی. چون آدم با چشماش بهتر خوبی و بدی رو حس میکنه. منظورش اینه که میشه مردم رو شناخت. شیرین، میخوام یه قولی ازت بگیرم. چه قولی امیر؟ نپرسی، فقط به هم قول بده. بهت قول میدم که هر چی بپرسی راستشو بگم. وقتی تونستی ببینی باشه؟ ببینم اینجا کافه مافه نداره آدم یه چیزی بخوره؟ از آقا داداشت بپرس. بابا ایوالا، اون دکتره کافه چی که نیست. بفرما، حلال زاده هم بود اومد. نه خیر، نه اومده. آره شیرین، کاملا آروم و خونسرد باشه؟ چشم دکتر. متشکرم. فقط دلم میخواست که پدرم هم اینجا بود. مطمئن باش، اولین جایی که بریم پیش پدرته. حالا راحت باش. هر وقت گفتم باز کن، چشماتو باز کن. حالا آهسته باز کن. خیلی آروم. آروم.
چیزی مثل تکه های سفید پنبه یا خطوط مختلف یا روشنایی ضعیفی حس نمی کنی؟ یه چیزایی آره دکتر، یه چیزایی مثل پنبه، مثل نه شیرین، این منم که جلوت وایستادم. سعی کن ببینی، منو ببینی، امیرو ببینی. آره دارم یه چیزایی میبینم. امیر ها. امیر ها. مکافات فیلم به کارگردانی کامران قدکچیان و بازی هنرمندانی مثل منوچهر وثوق، بهمن مفید و مهدی فخیم‌زاده است که تو سال 1352 ساخته شده. مرتضی از طلا خواستگاری میکنه، غافل از اینکه برادرش مجتبی هم عاشق طلا شده. مجتبی و مرتضی با صابر و برادرش اکبر جوشی درگیر میشن و بعد از زخمی شدن صابر، مجتبی خودشو به عنوان زارب معرفی میکنه و دستگیر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. واسه من یکی رو شده. تو هیچی نمیدونی؟ اون شوهر منه، منو عقد کرده. یادت روز اولی که قرار بود همدیگر رو ببینیم؟ میدونی واسه چی نتونستم بیام؟ واسه اینکه مرتضی آمده بود خواستگاری من. یعنی اون هیچی نمیدونه؟ منم نمیدونستم. هر شب چشم به در داشتم که تو پیدات بشه. هر روز زور میامدم سر قرارمون، ولی از تو هیچ خبری نبود. بعد دیگه مجبور شدم، یعنی مجبورم کردن. حالا دیگه من فقط یه مرد تو زندگیم، اونم مرتضاست. جلوشونو بگیر، نظر با کشنش. تو رو خدا یه کاری بکن مجتبا. مرتضا اداش بسته دیگه، فلش کن، فلش کن، کشته. کشتن! سوختم! آتش گرفتم! جیگرم سوختم! دلش! کشتن بلا! اکبر! کشتن! اکبری! کشتن! اکبری! سوختم! فیلم سینمایی صمد در به در می شود که تو سال 1357 ساخته شده، راجع به ماجرای کار پیدا کردن و پول در آوردن صمد تو شهره که با دزدیده شدن الاغ شروع میشه. بخشایی از فیلم صمد در به در می شود رو با هم تماشا می کنیم. کجا گذاشتی رفتی؟ باره تو بابا اومدم توفه. ماشو برو تو مالی جون، گری و زاری فایده ای نداره. اون پول از گلوش پایین نمیره، خرج دوا و درمونش میشه. پسر جون یه لیوان آب خوردم براش بیا. بیا آب. مرسی. شوورت بود؟
پولات دزدید؟ بلوم آجام بیارم. چقدر بود؟ 400 تومن. میخواستم برگردم پیش مادرم. اما اگه بخوای بازم از گوچله قرض میگیرم. فیلم سینمایی هریس که تو سال 1352 ساخته شده، از این قراره که چنگیز شکارچی شروریه که به دختران آبادی آزار میرسونه. طی ماجراهایی از مرجان و گلی حد که حرمت میکنه. گلی چنگیز رو به صحرا میکشونه و اون رو میکشه. مرجان به عنوان قاتل دستگیر میشه و گلی هم قصد خودکشی داره. اما برادر همزاد چنگیز که وکیل گلی رو نجات میده. بخشایی از فیلم هریس رو با هم تماشا میکنیم. بی خدا من نکشتمش. ناراحت نباش دخترم. بلند شو جیپو حاضر کن. اطاعت. باور کنین من نکشتمش. بی خدا من نکشتم. خیلی خوب دختر جون، تو دادگاه حقیقت باید میشه. یه نظر دخترم. خدایا خودت کمک کن. اگه دخترت بیگناه باشه قانون ازش حمایت میکنه. برو بریم. نه نه نه.